مقاطع مهم رشدی به نام نوجوانی باهاتون صحبت بکنم. شخصیت سالم در نوجوانی منجر به شخصیت سالم در بزرگسالی خواهد شد. همونطور که میدونیم والدین نسبت به این مقطع سنی نگرانی‌های خیلی زیادی دارن که البته بخشی از این نگرانی‌ها طبیعی هستش. قبل از اینکه بخوام وارد مشکلات و مسائل هیجانی و رفتاری نوجوانی بشم، باید شما والدین عزیز و خود نوجوانان یک خط پایه‌ای در مورد رفتار نوجوانان داشته باشید. به چه معنایی؟ خط پایه به این معناست که من بدونم کدوم یکی از رفتار نوجوان من آیا واقعا طبیعی یا غیر طبیعی. ببینید، اولین ویژگی و مؤلفه نوجوانی استقلال طلبیه و این رو نوجوان چجوری نشون میده؟ با طغیان کردن نشون میده، با نگفتن نشون میده و با انحصار طلبی نشون میده. شاید یادتون بیاد بچه ها تو سنین 2 سالگی تا 3 سالگی همین ویژگی رو داشتن. وقتی باهاشون صحبت میکردیم نه میگفتن و منهای زیادی میکردن. نوجوان یک بار دیگه میخواد استقلال طلبیش رو ثابت بکنه. پس حدی از طغیان در سن نوجوانی طبیعیه. اگر این طغیان وجود نداشته باشه شما باید بیشتر نگران بشید. نوجوانی و طغیانش دقیقا مثل سوپاپ دیگه بخار میمونه. اگر که این بخارا خارج نشه توی بزرگسالی منجر به یک طغیان شدیدی خواهد شد. پس اجازه بدید تا یه حدی نوجوان شورش و طغیان بکنه. نشانه بعدی نوجوانی که طبیعیه افزایش ارتباط با همسن و سالان است. نوجوان تمایل داره که بره به سمت همسن و سالانش و از گفته های همسن و سالش تا حد امکان تبعیت بکنه. اگر که گروه همسن و سالان نوجوان گروه خطرسازی نباشن، باز اجازه رفت آمد به گروه همسن و سالان میتونه در ایجاد اعتماد به نفس برای نوجوان کمک کننده باشه. افزایش غریزه، چه غریزه پرخاشگری و چه غریزه جنسی، در نوجوانی افزایش پیدا خواهد کرد. پرخاشگری نوجوان باز محکی است برای کنترل هیجان در آینده و به علاوه غریزه جنسی که در مبحث بلوغ بیشتر در موردش صحبت خواهم کرد باهاتون. نوجوان تغییرات خلقی شدیدی داره. به چه معنا؟ به این معنا که نوجوان ممکنه توی یک لحظه از روز احساس کنه که خیلی خوشحاله، احساس کنه که من الان تو اوج شادی هستم، من خوشبخت خواهم شد، من از نظر وضعیتی وضعیت اوکی دارم، بهترین خانواده و شرایط زندگی دارم. شاید یا اگر بخواید تصور بکنید، یادتون میاد که نوجوانتون ممکنه از در اتاق وارد شده باشه بگه مامان من چقدر خوشبختم، بابا چقدر زندگی عالیه، چقدر همه چی فوق‌العاده است، اما 2 ساعت بعد از در اتاقش بیاد بیرون با یه مود افسرده یا حالت غمگین بگه واقعا من خوشبختم، یا من دارم اشتباه فکر کنم، یا من خیلی دختر یا پسر خوشحال و خجسته هستم مامان بابا. اینها تغییرات طبیعی سنین نوجوانیه و به خاطر تغییرات هورمونیه که تو نوجوانان رخ میده. باید بدونیم که نوجوانی به 3 مرحله تقسیم میشه و مشکلات نوجوانی تو هر کدوم از این مراحل متفاوته. مرحله اول نوجوانی اولیه هست، بین سن 10 سالگی تا 13-14 سالگی. مرحله میانی نوجوانی بین 14 سالگی تا 16 سالگی و در نهایت مرحله نهایی بین 16 سالگی تا 20 سالگی است. هر کدوم از این مراحل مشکلات خاص خودشون رو داره که در ادامه در مورد این مشکلات به صورت مفصل توضیح خواهیم داد و یک سری تکنیک های مقابله با این مشکلات رو خواهم گفت. متشکرم از اینکه گوش دادید. خدا نگهدار.